مسئله خود دوران خلافت علی ابن ابی طالب که برای شیعه یک اهمیت هسته‌ای داره و در هر دوی اونها آقای رفسنجانی میگوید یک قرائتی که در طول تاریخ شیعه و اسلام بسیار بودند متعلهین و فقهایی که این تفسیر رو کردن که محور اصلی پیام انسانه و این هم با طیب خاطر و موافقت انسان. بحث این که با اکراه با زور هیچ کسی را حتی به بهشت نمیشه برد یک بحثی است که آقای رفسنجانی امروز دو مرتبه میاد سراغش و معلومه بنابراین که اگر اشاره به این بخش احادیث و سابقه تاریخی میشه دقت به این مسئله است که در چند دهه گذشته این بخش که من بهش میگم بخش مردم مداری و انسان مداری و رضایت عام مداری این مورد قفلت قرار گرفته. پس طرف خطابش کسایی است که بیشتر به بیان قدرت استناد کردن ظرف چند دهه گذشته. با توجه به اینکه آقای صبا آقای رفسنجانی اشاره کرد که هیچگاه از تریبون نماز جمعه به عنوان یه تریبون جناحی استفاده نکرده و همیشه صحبتاش فراجناحی بوده، با توجه به موضع گیری های امروز ایشون در مورد شرایط فعلی ایران، آیا واقعا به نظر میرسید که صحبت های امروز فراجناحی هست و به هیچ گروهی برنمیگرده؟ خب چیزایی که آقای هاشمی رفسنجانی مطرح کرده طبیعتاً چیزایی نیست که حکومت می‌خواسته یا آقای خامنه‌ای می‌خواسته یا آقای احمد نژاد میخواسته و کسان دیگری که به هر حال منصوب به جناح محافظه‌کار هستند. من فکر می‌کنم کسی از اونها خوشحال شده باشه. در اون طرف کسانی که طرفدار آقای موسوی هستند، همونطور که در مراسم نماز هم معلوم بود بارها اعلام میکردن هاشمی حمایتت میکنیم، خب فکر کنم به دلیل اونها بیشتر میشینه. ولی آقای هاشمی رفسنجانی اصلا خودش هم همونطوری که برای خودش مشخص کرد به عنوان منجی حکومت اسلامی در یک وضعیت حساس خودش میبینه، برای از این جهت خودش طبیعتا فراجناحی میدونه و اولین واکنش هایی هم که نشون داده شده به اظهاراتشون مثلا از وبسایت رجا که مربوط به نزدیکان آقای احمدی نژاد گفته که ایشون آتش بیار معرکه بوده، یعنی خطیب نماز جمعه تهران، رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت و نظام و سایت رجا که نزدیک به آقای احمدی نژاد میگه آتش بیار معرکه. بنابراین مسئله فکر میکنم کسی در این وسط بخواد بگه واقعا ایشون فراج به جناها نخواهن گفت که ایشون فراجناحی بوده، خودش فکر میکنه فراجناحی عمل کرده. بسیار خب ممنون از شما آقای. در ادامه برنامه به شما برمیگردیم. اما در حاشیه نماز جمعه امروز تهران درگیری هایی هم بین نیروهای امنیتی و معترضان به نتایج انتخابات پیش آمد که بر اساس تازه ترین گزارش ها هنوز هم به صورت پراکنده ادامه دارد. پناه فرهاد بهمن گزارش می دهد. مجموعه پایگاه حکومتی پیغمبر وقتی اکبر هاشمی رفسنجانی در اوایل سخنرانی امروز با شعارهای موافقان و مخالفان خود مواجه شد، از مردم خواست به خاطر حوادث خیابان‌های اطراف شعار ندهند تا سخنرانیش زودتر تمام شود. باد داغ 40 درجه امروز تهران حوادث خیابان‌های اطراف را تایید می‌کرد. سوزش چشم بسیاری از نمازگزاران حاضر در جایگاه ادامه گازهای اشکاوری بود که عوارضش به صف‌های اول نماز هم رسید. شعارهای معترضان به نتیجه انتخابات که در نماز جمعه امروز شرکت کرده بودند با شلیک گاز اشکاور از طرف نیروهای ضد شورش و لباس شخصی پاسخ گرفت. شعارها دامنه ای داشت از مرگ بر چین و روسیه تا دولت کودتا استعفا استعفا. رسانه های داخلی سخنان خطبه اول هاشمی را که این نماز جمعه را با اولین نماز جمعه پس از انقلاب اسلامی ایران مقایسه می کرد تایید کردند. همانطور که گروهی پیشبینی کرده بودند، معترضان به نتیجه انتخابات کمتر امکان حضور در صفوف اولیه و در جایگاه سقفدار را یافتند. اما با این وجود، وقتی آقای هاشمی در مورد لزوم آزادی زندانیان حوادث اخیر صحبت کرد، خبرنگاران حاضر در جایگاه به روشنی شعارهایی در حمایت از این سخنان را شنیدند. میرحسین موسوی هم ترجیح داده بود در خارج از جایگاه و در میان هواداران خود حاضر باشد. تعدادی از طرفداران آقای میرحسین موسوی پشت نرده های اون چمن دانشگاه حضور پیدا کردن. البته تعدادشون موفق شدن وارد صحنه بشن، وارد چمن بشن. بعد خود آقای میرحسین موسوی هم در اواسط خطبه نماز جمعه وارد چمن شد و تو همون محل چمن و در بین مردم
نماز جمعه رو به اصطلاح قرائت کرد، نماز جمعه رو اقامه کردن. در هنگام سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی هم آقای حامیان آقای موسوی که پشت نرده ها بودن شعارهایی را می دادن که آقای هاشمی ازش خواستن که سکوت رو رعایت کنن و در یک بخش هم گفتن که من همون به تعبیری گفتن که من همون مطالبی که مورد نظر شماست را بیان میکنم و حتی گفتن که من بهتر از شما صحبت میکنم. و در قسمت از هنگامی هم که نماز داشت قبل از خطبه های نماز جمعه، زمانی که درگیری ها در بیرون از دانشگاه انجام شده بود، صدای شلیک گاز اشکال به گوش میرسید و به اصطلاح در همون حین یک باد هم گاز اشکاور رو تا یه بخشی آورده بود تا خطبه نماز جمعه. گزارش هایی از جلوگیری لباس شخصی ها برای پیوستن گروهی از مردم به نماز جمعه امروز حکایت دارد. یکی از این افراد شادی صدر، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان بود که بنا به گفته شاهدان عینی در خیابان بولوار کشاورز بدون ارائه حکم قضایی و با اعمال خشونت از طرف لباس شخصی ها بازداشت شد. بنا به گزارش خبرگزاری ها، موبایل ها هم از صبح برای چندمین بار در یک ماه اخیر قطع شد و امکان ارتباط میان نمازگزاران را سلب کرد. اگرچه نماز جمعه امروز تهران به پایان رسیده، اما آخرین اخبار و گزارش ها از تهران از ادامه یافتن حواشی و درگیری ها میان گروهی از نمازگزاران و لباس شخصی ها حکایت دارد. پناه فرهاد بهمن، بی بی سی. و یکی از شاهدان عینی که در نماز جمعه امروز شرکت داشته از تهران روی خط با ما هستند، خط تلفن با ما هستند. به ما بگید که در نماز جمعه امروز آیا شما حضور داشتید و مشاهداتتون از وقایع امروز چی بود؟ سلام، من از ساعت 11 صبح امروز به طرف دانشگاه تهران حرکت کردم. روبروی درهای اصلی دانشگاه تهران میشد جمعیت خیلی زیادی از معترضین رو دید که با پارچه‌های سبزی که به دست خودشون بسته بودن کاملا متمایز بودن از بقیه. به محض اینکه وارد دانشگاه شدم، جمعیت خودشون رو داشتن وارد دانشگاه میکردن و شعارهایی مثل الله اکبر، موسوی امانتت میکنیم سر میدادن، تا اینکه وارد نزدیکی های صحن اصلی نماز جمعه شدن. از اونجا موقعی که سخنان پیش از خطبه داشت صحبت میکرد، هنوز خیلی معترضین کار خاصی نمیکردن، تکلیف به صورت پراکنده شعارهایی میدادن. 10 دقیقه قبل از اینکه آقای هاشمی صحبتاشو شروع بکنه، از سردر اصلی دانشگاه تهران که من خودم رو به اون نزدیکی رسونده بودم، صدای تیراندازی خیلی زیاد شنیده میشد. دور بره 7-8 تیراندازی صدا شنیده میشد که بیشتر در واقع پرتاب گاز اشکاور بود. منتها کسانی که این گازو پرتاب میکردن احتمالش نمیدادن که این گاز به سمت داخل حرکت کنه به توسط باد و باعث بشه که بخش زیادی از نمازگذارهی که زیر سقف و در صحن اصلی نشسته بودن رو پراکنده بکنه و اونا رو وادار به فرار بکنه. تعداد زیادی با آتش زدن کاغذ و اینا سعی میکردن که دود ناشی از گاز اشکاور رو خنثی بکنن. آقای هاشمی که صحبتش رو شروع کرد، خیلی در واقع تلاش داشت که معترضین رو آروم بکنه. گفتید که عده زیادی از هواداران آقای موسوی امروز اومده بودن برای شرکت در نماز جمعه. کلا ترکیب جمعیتی کسانی که در نماز جمعه امروز شرکت کرده بودن به چه شکل بود؟ بله، اصلا همونطور که از تحلیلایی که تا الان منتشر شده و تصویرایی که دیدید، یکی از بی‌نظیرترین نماز جمعه هایی بوده که در تاریخ انقلاب جمهوری اسلامی برگزار شده و من بدون تردید میتونم بگم که تعداد معترضین و طرفدارای آقای موسوی به مراتب بیشتر از کسایی بودن که به شکل سنتی به نماز جمعه می اومدن. منتها بخش عظیمی از اینها پشت در مونده بودن و دیگه اجازه ورود نداشتن. در واقع از همون پشت میشد